بینندگان و شنوندگان گرامی، درود فراوان از نوع بیکران بر شما. امید و آرزو دارم که در هر کجای این غربت گزنده و پهناور که به سر میبرید گوش برادران کر خوب و خوش و سلامت و سرحال باشید. بدیهی است که این امید و آرزو تنها شامل آن دست از عزیزانی نمیشود که به اهتمام حضرات در چهار گوشه جهان پراکنده شدند، بلکه آن گروه وسیع از همسرنوشتانی را نیز در پی دارد که به قول زنده یاد اخوان در وطن خیش غریبند. باری شما بزرگواران، امروز دوشنبه 24 اپریل المزبزب سنه 2017 ترسایی برابر با از شبت 4 اردیبهشت 1396 خودمانی و 1438 آخوندی به 83 برنامه طعم تلخ طنز از تلویزیون میهن به کوشش سعید بهبهانی توجه می‌فرمایید. این برنامه در قلمرو طنز سیاسی و اجتماعی است و محتوای آن نیز برگرفته از مکتوبات فدوی است و تلخی طعم طنز در این برنامه به سبب وقایع اتفاقی که چه عرض کنم فجایع اتفاقی در وطن سابق است و این بنده فقیر کمتر از قطمیر هم به عنوان کاتب و منشی و مجری این برنامه در رکاب شما شمشیر میزنم. ملاحظه فرمودید که فدوی همچنان در سفر است و این بنده آدم کارمند دیگه، به هر حال بنده مجری باید در معیت ایشان باشم و تلاش های این بنده برای اینکه فدوی رو متقاعد بکنیم که به شهر مألوف برگردد تا به حال نتیجه نرسیده است و ایشان همچنان لجبازانه بر خر از خر شیطان بزرگ پیاده نمی شود و این بنده عرض کنم که بلا تشبیه رودکی است که با ترفند بوی جوی مولیان آیت همی، یاد یار مهربان آیت همی، ایشان رو برگردانیم و نه ایشان امیر نوح سامانی است. و هر روی رجای واثق داریم به قول برادران که فدوی بالاخره ظرف چند روز آینده از خر شیطان بزرگ اگر اجالتاً هم شده پیاده بشه برد. بله، عرض کنم که دوستان گرامی می‌دانند که ما معمولاً این برنامه رو با قطع شعری و قطع خطی فارسی آغاز می‌کنیم و شعر نخست این برنامه رو خدمت شما عرض می‌کنم از کتاب لبخند ناتمام هست که در واقع تصویر نخست ما هم هست. این کتاب تا آقای بهبهانی لطف می‌کنن عرض می‌کنم که ویژگی که دارد این است که اولا شعرهای حمید زارعی عمدتاً کوتاه است، بعد به دو زبان فارسی و انگلیسی است و دکتر گرامی عرض کنم که زحمت برگردان این اثر رو به انگلیسی تقبل فرمودند و ناشر هم شرکت کتاب هست که اهتمام دارد در آثار عرض کنم که اهل قلم برون‌مرزی و حالا شعر رو خدمت شما عرض می‌کنم که از همین کتاب بنده اینجا یک نسخه داشتم. بله، حرف آخر: شعر آخر را هیچ کس نسروده است، بهمنی که دیروز آنگونه هولناک می غلطید می توانست نقطه‌ای باشد بر پایان این فصل مرگ، و پرنده‌ای که دیشب پر به خون خیشتن شست می توانست آخرین قتل جهان باشد. شعر آخر را هنوز هیچ کس نسروده است. کسی چه می داند، کسی چه می داند، شاید روزی برسد که فقط گلوگاه سیب را بدرند و فجیع ترین جنایت برگرفتن پوست باشد از خیاری سبز. از کتاب لبخند ناتمام که تصویرش ملاحظه می فرمایید به دو زبان فارسی و انگلیسی. دوستان اگر که اطلاعات بیشتری راجع به این کتاب و سایر آثاری که حمید زارعی رحمی و نیز فدوی به اتفاق مرتکب شده اند آگاه بشوند، تشریف ببرند به hazl.com در صفحه ملازم می‌فرمایید سایت نویسنده. بخش انتشار جسارهای گوناگونی دارد این سایت، خیلی کوچک و محقر نیست و در بخش انتشارات شما در واقع لیست آثاری که منتشر شده است در عرصه‌های گوناگون، نقد، بررسی، از کنم خوشنویسی،
طنز سیاسی، شعر مدرن و خوشنویسی و از این قبیل در اونجا هست. و اگر دوستان خواستن، خدای نخواسته زمانم لال خدا رو ضربت نیاره، تهیه بفرمایند، در همونجا با علوام آپشن هست که تهیه بفرمایند و حتی به توصیه دوستان ما اونجا آپشن دونیشن هم گذاشتیم، گرچه مصرفی ندارد ولی اوامر دوستان به هر حال اطاعت شد. بسیار خوب، حالا برویم به قسمت خط. یه قطع خط هم با هم دیگه ببینیم و که خط حمیزاده رحیمی است. بنده به قول عوام فوروارد میکنم در تصویر شماره 2. شعر بسیار زیبایی است از مولانا گرامی که این قسمتی که درست ملاحظه میفرمایید قلم نستعلیق هست و بعد از اون قلم شکسته هست و زیر این قسمت باز هم قلم شکسته نستعلیق هست که ولی اندازه متفاوت است. بنابراین تا اینجا 3 نوع قلم، یعنی 3 اندازه مصرف شده است در این کار. و بخش پایانی اون پایین که دارید ملاحظه میفرمایید، این معروف است به اسکرام که سیامشق و در اون حروف تکرار میشوند همطور که ملاحظه میفرمایید. حالا به هر روی چون خواندن این خیلی ممکن است که میسر نباشد، من عرض میکنم که فرمود متوش تو را ترانه بس باشد، سودای تو را بهانه بس باشد، در کشتن ما چه میزنی تیغ جفا، ما را سر تازیانه بس باشد. بسیار زیباست و بزرگوار کم مصرف است، یعنی مثل برادران همه تازیانه رو درخواست نکرده است، ما را سر تازیانه، یعنی لوک تازیانه شلاق بس باشد. خب تلطیف شدیم با این شعر مولانای بزرگوار و حالا برویم به بخش آگهی. در برنامه پیشین به اجمال اختصار اشاره شد که فدوی به هر روی برای اینکه سر و سامانی بدهد به وضعیت پریشان مالی، گفته است آقا ما را از این نمد کلاهی است و با سوء استفاده بهینه از این برنامه میخواهد که بیزینس بکند و در منطقه آدم منصفی است، در اون بالای بیزینسش هم نوشته است که مفلس ار جنس خود ارزان نفروشد، چه کند کمبه ها کرد توی دستی دوران مار. بعد آگهی هم میپذیرد این قسمت، وضع بخش بازرگانی چندان بد نیست، آگهی میرسد. البته ما هم مثل سایر قسمت ها از شاید که مسئول محتوای آگهی ها نیستیم و مسئولیتش به گردن تبرخورده آگهی دهنده. خب تصویر شماره 3 رو ملاحظه فرمودی که از آگهی هست که دریافت کردیم. تا این شما ملاحظه میکنید بنده از این قهوه کر مهمان شما باشم. بله بلکه این سینه اندکی صاف بشود. تصویر شماره 3 ملاحظه فرمید، این نخستین آگهی ماست. البته 2 آگهی است و آگهی دهنده خواسته است که زرنگی بکند که پول یک آگهی را بپردازد، ولی فدوی زیر بار نرفت و گفت که آقا ما خودوی غریب سر ما نمی شود و اینو 2 آگهی حساب میکنیم دیگه. تصمیم با فدوی است، بنده که اینجا هیچ کارم و فقط موجی برنامه هستم. خب لازم فهمید که خب این داستان کلیه فروشی که در واقع به یک شغل دائمی مردم گرفتار ایران سابق تبدیل شده است و شما می توانید همه جا ببینید که مردم بخشی از بدن خودشون رو می فروشن برای اینکه بتوانند چند سبای دیگر زندگی بکنند زیر حکومت عرض کنم که مستضعفان جهان. بله و یک دوگانگی در این آگهی ملاحظه می‌فرمایید که خب کلی فروشان معمولا نیازمندان هستند، اینها قسمت پایین در واقع آگهی دوم گربه مشکی موکوتا با قلاده در محدوده جردن. جردن تا جایی که بنده بیاد دارم از مناطق مثلا شمال شهر تهران بود و در واقع به قول معروف عوام بخشید اعیان نشین بود
و این دو تا کنار هم دیگه در این حال اختلاف طبقاتی هم نشان میدهد که امروز بهش میگن شوش شمالی. سعید میگه امروز بهش میگن شوش شمالی. این احتمالا عرض کنم ناشی از در واقع بزرگ شدن تهران است، یعنی طول عرضش چنان چی شده است که آقای بهبهانی میگن شده شوش تهران، یعنی جردنی که یه زمان بنده بیاد دارم والا خیلی احیان نشین بود و اینها، حالا شده شوش تهران. عجب حکایت غریبی است. خب آگهیش بعدی رو شماره 4 رو ملاحظه فهمید، این یه مقداری در همه، یعنی ما همه چی رو با هم دیگه خلاصه اینجا آگهی کردیم. خب ببینید بوفه هست که شما می توانید انواع ساندویج سرد و گرم، تنقلات و لوازم بیمار. دیگه تشریف نبرید به عرض کنم که ناصر خسرو. دوستان بیاد میارن، هم نسلان ما بیاد میارن که خیابانی بود لولابات هنوز هست که سالهای پیش از انقلاب شکوهمند هم اینگونه بود که میگفتن شما از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در اونجا هست و بخواهید اگه بخواهید میتوانید برید تهیه کنید اونجا. و الان که دیگه تکلیف معلوم است در جامعه شکوهمند که همه چی عرض کنم که سر از اونجا در می آورد، چون اونجا هم خود به فانی میگم اونجا ناصر خسرو بهش میگم وال استریت. عجب بسیار تلقی جالبی است، بسیار خیلی ممنون. عجب گذرم که بله میگن همه چی هست خلاصه. و ظریفی هم گفته بود که دو نفر با هم صحبت میکردن، بعد قفلتن یادم آمد و یکی به اون یکی گفت که دیروز من امام زمان رو دیدم. شما اون عج تو پرانتز خودتون بذارید، دیروز من امام زمان رو دیدم. گفت چیکار میکرد اونجا؟ گفت کجا دیدی؟ گفت ناصر خسرو. گفت چیکار میکرد؟ گفت دنبال دوای ظهور میگشت. ملاحظه میفهمید که این دیگه جوک نیست، این در واقع به قول عوام آپگرید شده است به طنز سیاسی. و شما اگه بخواید توضیح بدید اینو یه نصف صفحه باید عرض کنم که حرف بزنید که اوضاع چنان پریشان شده است که آقا بعد از 1400 سال این پا اون پا کردن سرانجام موافقت فرموده است که تشریف بیارد و چون ایشان غیب هست خب دوای ظهور لازم دارد. پس معلوم شده که وضع دارو در مملکت خراب است و گفتن برو ناصر خسرو، حضرت تشریف برده ناصر خسرو در اونجا هم گیرش نیامده و اینجوریست. حالا این آگهی شماره 4 که دارید ملازمه فهمید بنده رو یاد این داستان انداخت. بله بوفه اورژانس از کنم اول ساندویچ سرد و گرم، تنقلات و لوازم بیمار. خلاصه بشه تابید که غفلت موجب پریشانی است. برادران یک آگهی به ما دادن از کنم که در شماره 5 میگوید که با حمل کنندگان حیوانات نجس العین، از عبارات برادرانه هست، عرض کنم که در اماکن و معابر عمومی برخورد خواهد شد. بعد برای اینکه مطمئن بشود که ملت شیرفهم شد، نجس العین رو در پرانتز نمیشه سگگردانی، برخورد خواهد شد. بنده نمیدونم برادران با چه برخورد نمیکنن، اون رو بفرمایید دیگه. الان با همه چی برخورد میکنن، طرف تو ماشین شکسته. سعید میگه این نجسالین چشم هیزش نیست، چشم هیز از کنم برادران با همه چی برخورد میکنن، از داخل خودرو گرفته که شیشه ها بالا، یک بانوی در اون خفقان داخل ماشین نشسته. مؤمنین دائم بنده میبینم نامه میرسن به نیروی محترم انتظامی که آقا با سرنشینان اتومبیل ها در اتومبیل خودشون برخورد بکنید. اینا انگار دیگه کاری دیگه ای ندارن، خدا رو شکر بیکارن دیگه. بسیار که انگوش را دراز میکنن مؤمنین از صبح تا شب و این مهملات رو میبافند و عوامل هم البته در اجرای اون اهتمام میورزند. خب بخش بازرگانی هستیم. همچنان دوست گرامی ما آقای میکائیل یک پیشنهاد کرد، پیشنهاد شرکت. حالا آقای بیگانی هم اگر صدای منو میشنوه، ایشون اگر خواست میتواند که در این سرمایه‌گذاری شرکت بکند. آقای میکائیل گرامی گفته است که این نامه ایشون رو بنده بخونم،
نمیشه اگه مایل باشید شراکتی یک شرکتی رو با هم شروع کنیم به کار و تجارت و از این دارندگان این زمین ها وقت بخریم و در اختیار سایر خرد خفتگان با یک پورسانت کم تایم شیرینگ به قول عوام بگذاریم. بنده تصور میکنم که منظور ایشون تصویر شماره 6 هست. تصویر شماره 6 رو اگر ملاحظه فرمایید، من فکر کنم میکایل در مورد این قضیه داره صحبت میکنه که در واقع اون بارا رو نگاه بکنید، بنده که میتوانم ببینم به خوبی دریافت سند منزل بهشتی. من فکر کنم میکایل گرامی به این اثر بدی اشاره دارد. بله، اون بالا هم قدری ریسته البته نوشته است که فهرست افراد سعادتمندی که بنا به وعده امام صادق علیه السلام موفق به دریافت سند منزل بهشتی در هم او چقدر خاصیت داره در همسایگی پیامبر گرامی، پیامبر اکرم و امام حسن مجتبی. عجب شلوغی است اونجا. عرض کنم که شده اند. آقای میکائیل گفته است که ما هم از این نمد کلاهی هست در واقع. ملاحظه فرمایید مثلا اون بالا حاج اینو البته قبلا دیدیم، البته چون ایشون پیشنهاد همکاری دادن به ناگزیر دوباره نشان میدهیم. آقای حاج حیدر شفایی پدر شهید بیش از 4 متر خریداری فرمودن. خب میکائیل اداره اینو میگه که ما یه شرکت درست بکنیم و اینا رو پیش خرید بکنیم و بخشی از عرض کنم که اون زمین های بهشتی رو ما بخریم بعد خرد کنیم و بفروشیم به مؤمنین و شاید به نوایی برسیم. پیشنهاد بدی نیست. و فدوی از تهران و شهرستان نماینده فعال میپذیرد. این هم از این. خب اجازه بفرمایید که در معیت شما برویم به عرض کنم که بخش چیستان. در بخش چیستان دوستان می‌دانند که فدوی هر هفته با یک پرسش مصور ما را درگیر می‌کند که نظر ما چیست و چه می‌اندیشیم در این ارتباط. این قسمت دو بخش دارد، بخش هفته گذشته و هفته آینده. هفته گذشته رو در تصویر شماره 7 ملاحظه بفرمایید. در تصویر شماره 7 تا شما دریافت می‌فرمایید این تصویر رو، بنده از این آب کر عرض کنم مهمان شما باشم. خب تصویر شماره 7 عرض می‌دارم که پرسش هفته گذشته است که دارید ملاحظه می‌فرمایید. حالا تا شما این تصویر رو دریافت می‌کنید بنده ببینم دوستانم آیا نظری داشتن یا نه. بله چند تا نظر رسیده خدمت شما عیناً عرض میکنم. عرضه بدارم که مجیخان نوشته است که معمول است برای راهنمایی دارندگان بول و مبال، عرض کنم که اینا اصطلاحات فقهی است البته بیشتر اولی به ویژه، البته اینا معمولا با هم بیان میگن بول و غایت، یعنی شماره 1 شماره 2. مبال اسم اون در واقع به قول عام رستروم هست. به هر روی بله برای دارندگان بول و مبال علامتی را به درب بیت الخلا نصب میکنند تا به عنایت به جنسیت مصرف کننده راهنمایی باشد که خدای نخواسته هنگام ورود تداخل جنسیتی صورت نگیرد. مجیخان توضیحات مبسوط داده است. این علائم معمولا تصویر خانمی با دامن، تصویر موی بلند زنانه، سمبولی از لباس زیر زنانه یا کورست جنس مؤنث و نظائر اون برای خانم ها و اشکال متناسب برای آقایان است. چون این علائم در نظام مقدس ممکن است سبب تحریک علمای اعلام و مسلمین پیرو گردد، لذا صاحب مکان ابتکار به خرج داده با نصب یک جفت کفش زنانه و یک جفت کفش مردانه شامل تداعی هیچ نوع تحریکی نخواهد بود. از شما کجا میدونید مجیخان؟ به این موزل فائق آمده است، مانند موبایل اسلامی هفته پیش که نشان دادیم. درست میفرمایدشون باعث این علامت را تعیین کننده بیت الخلاء اسلامی بنامیم و برای مخترع آن سهمی از خمس و زکات اختصاص دهیم. پاسخ مفصل مجیخان که البته درست است و با توضیحات بیشتر و البته تشکر
از توجه و وقتی که گذاشتن برای این داستان. و دوست گرامی دیگر ما میکائیل، ایشون نوشته است که ضد انقلاب گمانه زنی می کند. منظور از ضد انقلاب خودشه، چون من آقای بهمانی که ضد انقلاب نیستیم، که این انقدر میگیم که باورتون بشه. عرض کنم که بله، ضد انقلاب گمانه زنی می کند که این کفش ها را به جای اتیکت های توالت مردانه و یا زنانه گذاشتن تا عمله بیت، این از اصطلاحات تنظیمش های فدوی است، تا عمله بیت اشتباهی وارد آن نشوند. این هم درست است. حالا نظر این دو بزرگوار بدر یاد به ویژه میکائیل یاد اون مورد دیگری انداخت که یک پلاکارد یا یادداشت یا هرچی برادران درست کرده بودن زده بودن اونجا که استفاده برادران از چادر خواهران و رفتن به قسمت خواهران ممنوع است. یاد معلوم میشه که برادران بازوق یا باهوش اینها رفتند و چادر رو برداشتن، رفتن قسمت زنانه و که در ثواب نمازهای خواهران شریک بشوند، که اون یکی برادران فهمیدن گفتن آقا ممنوع است، برادران نباید با چادر زنانه برن تو قسمت زنانه. بله، عرض کنم که دوست دیگری مرقوم داشته است. من فکر میکنم اینجا کفشکنی امام رضا است که به ابتکار حجت الاسلام رئیسی تولیت آستان جدید رضوی از آن آشفتگی در آمده و هدفمند شده است. بله، این هم نظر ایشون. و واپسین نظر دوست دیگری نوشته است که شاید دیوار یک کفاشی است که کفش های حاضر شده را به دیوار میگذارند تا مشتری برگردد. بنابراین در پاسخ صحیح در این مورد از کنم که مجیر خان هست و میکائیل گرامی، و کاش میتونستیم دست مفصلی برای این دوستان بزنیم که پاسخ صحیح رو مرحمت کردن. و اما پاسخ پرسش هفته آینده رو در شماره 8 ملاحظه میفرمایید. در شماره 8 این بزرگوار رو شما ببینید و فدایی پرسیده است که این را ایشان را آیا به جا می آورید یا بیاد می آورید، یا اساسا این وطن یا این بزرگوار کیست و چه می کند. خب یک هفته فرصت دارید و اگر احیانا خواستی تعاملی بفرمایید و نظری اگر داشتید مرحمت میکنید. بعد هفته آینده اگر عمری بود و برنامه ای از کنم سر را به قول عوام استابای میکنم و پاسخ صحیح را میگیرم و میارم خدمت شما. و اگر بینندگان محترم ضد انقلاب هم نظری مرحمت کرده بودند، بنده پیوست میکنم بدون سانسور. ما با سانسور هیچ میانه و رابطه ای نداریم. خب عرض کنم که در قسمت پیشتر آمد عرض کردم خدمت شما که بعضی از خبرهایی رو که اندکی از زمان انتشارشون نگذشته اینو فقط ما اشاره میکنیم، برای اینکه اساس برای این است که دوستان از طریق رسانه هایی که منحصرن کار خبر میکنن در جریان قرار میگیرن. ما فقط اینها رو فقط یه اشاره بسیار کوتاه میکنیم که به طور مثال مثلا دیوان عالی ایران سابق، البته من چون از منبع خبر دارم نقل میکنم، بی بی سی، درخواست نازنین زاغری، اون هموطن گرفتاری که اشتباه کرد و برای دیدن بستگان آمده بود با فرزند 2 سالش به ایران و برادران این مادر و بچه رو اصلا سوا کردن و 5 سال فرستادن زندان و نمیگوین که اصلا جریان چیست. اینها احتمالاً بران قضیه دور اخاذی میگردد، این لقمه درشت دارن میگیرن که بگیرن از برادران انگلیسی. به هر روی ایشون به 5 سال زندان بی جهت و بی مورد محکوم شده است از طریق برادران و درخواست تجدید نظر کرده است که برادران تو این هیروویر انتصابات رد فرمودن. ملازم فرمودن هم به این معرکه انتصابات میرسند برادران، به همه کارا میرسند، و همین که در آزار مردم عملیات ایزایی، البته که ارز کنم که کوتاهی نمیفرمایند. و دیگر اینکه مادر آتنا دائمی، اون دختر جوان فعال حقوق بشر رو
پدر زندان اوین به سر میبره، خسته شده بچه این جوان و به اظهار مادر گفته است که بر اثر اعتصاب، ادامه اعتصاب غذا در زندان اوین، عرض کنم که مشکلات عدیده جسمی مواجه شده است و در واقع گزارش داده است مادر که 17 روز اعتصاب غذاشو داره طی میکنه این نازنین گرفتار، و مادر اضافه فرموده است که مسئولیت جان آتنا با سپاه پاسداران قوه قضاییه و دادستانی است. چه کسانی اینا اصلا خودشون از عوامل عرض کنم که سرکوب و از بازوهای سرکوب حکومت رأفت اسلامی هستن. بر کوتاه عرض شد و نکته دیگه هم خدمت شما عرض بکنم، بعضی از دوستان اظهار لطف کردن، البته من عرض کنم الان مدتی است که چون فدوی در سفر است نشده است که صندوق پستی هزلات.com رو نگاه بکنیم، هموطن گرامی کتاب آقای برقی کتابی رو از ژنو در اروپا برای ما، برای بنده ارسال کرده بودن به آدرس hazl.com، صندوق پستی hazl.com، اگر دوستان خواستن ببینن در همون سایتی که آقای بهبانی لطف کردن روی صفحه هست برید قسمت تماس، چون دوستان میپرسن که ما چگونه با شما مثلا در ارتباط باشیم، حالا یا نامه یا ایمیل، برای عرض کردم که در سایت تشویق قسمت تماس در اونجا ایمیل و آدرس و صندوق پستی و حرفا همه هست. به هر حال این بزرگوار کتابی رو با زحمت فراوان تهیه کرده است و تحریر کرده است و منتشر کرده است و با تحمل هزینه زیاد، چون هزینه پست از اروپا به اینجا و از اینجا به اروپا بسیار سنگین است، و بزرگوار ارسال فرموده است. عرض کنم که اسمش هم تو که عرض کردم کوتاه اشاره میکنم، مقدم یک درام در ژنو، که در واقع نویسنده این کتاب رو به عرض کنم کسانی که حکومت اسلامی عرض کنم که درون مرزی، یعنی داعش درون مرزی در آلمان برلین، به ویژه در برلین مرتکب شده است. داستان میکونوس رو بیاد دارید و تقدیم کرده است به شهدای این حادثه تروریستی. برادر میگه ما تروریست نیستیم، و جالبه این کارا رو در کارنامه دارن، بعد مثلا در مذاکرات بین المللی میگن آقا باید غرب با ما همکاری بکنه در کنترل و سرکوب تروریسم. اصلا خنده داره، این آدم حیران میشه واقعا، سر همه جای آدم واقعا اسفناج ارگانیک سبز میشه وقتی اینا این حرفا رو میزنن. بروی بله، بنابراین مشخص است که این نویسنده گرامی با حکومت اسلامی مرزبندی و خطکشی دارد و به جنایات این برادران جا به جا استفاده کرده است با گزارشات مبسوط و مصور البته، و در یک بعضی از قسمت ها هم عرض کنم که لحجه طنز است و باعث می شود که این عرض کنم کتاب در واقع مبسوط و مفصل خواندنش آسان تر باشد، و می شود که حتی بنده به شما عرض بکنم که مثلا این جمله رو عرض بکنم: حالا آمدند از میان این 2-3 میلیون آواره بنده بی سواد با چاروق و گیوه رو کاندید کردند، اونم توی یک کله پزی. من هنوز هویت حسابی ندارم، هنوز هویت حقیقی و حقوقی بنده در کانون 4 نفره خانواده من نامشخص و نامعلوم است. فرزندان 10 ساله و 13 ساله خودم هنوز اسم پدرشان را نمی‌دانند و از اسمی استفاده می‌کنند که زمان یلاق قشلاق روی خود نهاده ایم. و همطور که عرض کردم با این رویکرد طنز عرض کنم به کشش این اثر می‌افزاید. تنها اشکالی که بنده دیدم در این کتاب این است که با تایپ بسیار ریز نوشته شده و قدری مشکل خواندن این کتاب. و پیش از اینم عرض کردم که کتاب دیگری طنز در ادبیات داستانی ایران، نویسنده و پژوهشگر گرامی اسد سیف در اروپا منتشر فرموده است، که بنده را هم در جریان قرار داد و نسخه هم گویا مرحمت کرده است که در کشقوس
پست است، اگر برسد بیشتر در موردش صحبت میکنم. خب دوستان گرامی، الان ما دیگه داریم میرسیم به قسمت مطالب که بعد برم به صندوق پستی طعم تلخ طنز و ببینیم که فدایی برای این هفته ما چه تدارک دیده است. نخستین مطلب امتحان نهایی که به نظر همه دوستان آشناست نام دارد، که در اینجا فدایی گفته است که کیست که نداند که شرکت در انتصابات دولتی کمتر از امتحانات رانندگی نیست. بر راست میگه، یعنی همون گونه که در آنجا افسون بر امتحان سنگچین، دوستان بیاد اگر داشته باشن، هم نصران ما معاینه چشم هم میکنند، بله در انتصابات هم همینطور است، و تازه علاوه بر اینها امتحان مغز هم میکنند، مغزهایی که به اهتمام حضرت امام در پرانتز لام عرض کنم، دوستان پرسیدن این لام چیست، مخفف لعنت الله علیه، و توابع اعدام یا حبس شده و یا علی‌رغم میل باطن تحت نام فرار مغزها از ایران اسلامی گریختند. باری بی سببی نیست که معجزه 1003 یعنی احمدی نژاد در امتحان مغز در این دوره رفوزه شده. در جریان هستید که برادر مهندس الاسلام و المسلمین احمدی نژاد دام تحریکاتو ایشون رفوزه شده است. آنچه که اما از این عملیات محیرالعقول به جا مانده برای فدوی، یک فقره پرسش ناقابل است و یک نتیجه علمی. خب پرسش این که چگونه داوطلب بگه توسط کسانی که خود دچار ضربه مغزی هستند در امتحان مغز رفوزه شده است، یعنی اون کسایی که اینو رفوزه کردن خودشون فاقد مغزن، بله، و نتیجه علمی این که برادر احمدی نژاد دو امتحان نهایی پیشین رو، یعنی اون 8 ساله معروف، به اهتمام مجتهد الزمان ملاذ الانام اعلی حضرت العظما علی خامنه ای نه تا با تفسیره که با تقلب قبول شده است. این هم از نتایج از کنم این قضیه است. حال آقای احمدی نژاد رو اگه میخواید ملاحظه کنید در تصویر شماره 9 ملاحظه فرمید که لابد ایشون بعد از دریافت اینکه رفوزه شده است در این امتحان های دوره سوم از کنم که به این روز افتاده است. در تصویر شماره 9 ملاحظه بفرمید، بسیار امیدوارم این تصویر رو گرفته باشید، و آقای احمدی نژاد دارد زار زار گریه میکنه. خب مطلب بعدی عرضه بدارم خدمت شما که ارور مکتبی، ارور به قول عوام، ارور در واقع فرنگی خطا هست، ارور مکتبی. خب ببینیم ارور مکتبی چی بوده است. بر فدای یادداشتی که گذاشته است این است که معرکه گیری انتصابات، لفظ مناسبی مصرف کرده است، معرکه گیری، اسم دیگری ندارد. عرض کنم که بله معرکه گیری انتصابات پنداری چندان شور شده است، ببخشید، معرکه گیری انتصابات چندان شور شده است که اروتیز آیت الله آشپز باشی هم به طریقی که عرض میکنم در آمده است. خب کی بوده است این آیت الله؟ این آیت الله دولتی مکارم شیرازی فرموده است که روند ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری در ایران مایه آبروریزی است. آیت الله دولتی فرموده است. و در ادامه این خبر میمنت اثر ایشون افزوده است که این که جوان 16 ساله و پیرزن از کار افتاده برای ثبت نام در انتخابات اقدام کردن مایه آبروریزی است. خب این فرمایش ایشون، این قسمت البته تصویر نداریم. فدوی از ذکر، یعنی در این لحظه تصویر نداریم، بعد عرض میکنم که تصویر شماره 10 رو عرض کنم و 11 رو آماده میکنیم که خدمت شما نشان بدهیم، تا بعد این شرح این مطلب رو تقدیم میکنم، بعد اون دو تا عکس رو ملاحظه میفرمایید. عرضه بدارم که بله این که جوان 16 ساله و پیرزن از کار افتاده برای ثبت نام در انتخابات اقدام کردن مایه آبروریزی است. خب فدوی از ذکر این مصیبت و نیز یادآوری این نکته به آیت الله دولتی مذکور آقای مکارم که
در واقع کل قضیه مایه آبروریزی است. آقای آیت الله حالا صرف نظر میکند فدوی از این قضیه، لیکن در حاشیه به ایشان یادآور میشود که ای به می جمله بگفتی ضررش نیز بگوی. بینندگان و شنوندگان محترم، عزت انقلاب استظهار دارند که منظور فدوی از می در اینجا می عرفانی است. فکر نکنید که فدوی از راه به در شده است، نخیر، منظورش می عرفانی است و میدانید که می عرفانی درجه الکلش بسیار بالاتر از می معمولی است. باری مراد فدوی آن است که اگر پیرزن از کار افتاده، آقای آیت الله، صلاحیت شرکت در این گونه مراسم دولتی را ندارد، پس به طریق اولا پیرمردی از کار افتاده مانند آقای احمد جنتی هم به قول عوام آردی سالها از مرگ مغزیش گذشته و افزین بر زوال جسم، عرض کنم که به زوال فکر هم شدیداً مزین است این بزرگوار. با این ترتیب این هم مشمول همین آیه شریفه سرکار می شود که فرمودید که پیرزن 60 ساله چیز پیرزن از کار افتاده، پس پیرمرد اشکال نداره، پیرمرد از کار افتاده مثل تصویر شماره 10 ملاحظه فرمایید، تصویر شماره 10 همین آقای آیت الله پینوکیو هست و که همین قدری که ملاحظه می‌فرمایید 40 50 برابر زیر زمین است و اون جنازه هم که ایشون داره میکشه اون آقای مهدوی کنیز اگر اشتباه نکنم، تصویر شماره 10. و فدوی زیر این تکس عکس گفتم تکس بله زیر این عکس نوشته است که کوری که عصا کش کور دگر شود. بله این تصویر شماره 10 بود. دیگه از حضرتم در همین بخش از فرمایشات این آقای آیت الله دولتی اشاره به جوان هم شده بود، این که جوان 16 ساله و پیرزن از کار افتاده برای ثبت نام در انتخابات اقدام کردن مایه آبروریزی است. خیلی خوب، در ارتباط با پیرزن که توضیح دادیم پیرمرد داریم و رئیس مجلس به اصطلاح خبرگان است و اینها، ولی اشکالی ندارد. اما در مورد اینکه جوان هم ایشون اشاره کرده، با یه عکسی اینجا فدایی برای ما فرستاده است که عکس شماره 11 است. در تصویر شماره 11 اگه ملاحظه بفرمایید این از اون تصاویری است که استعداد بسیار داشت که ما این را به مسابقه بگذاریم. مثلا بپرسیم که خب این داستان چیست در اینجا که ببینیم بینندگان و شنوندگان محترم زده انقلاب چه عرض کنم که نظری دارن. به هر روی در ارتباط با اینکه جوان 16 ساله هم شرکت کرده است، فدوی این عکس رو برای ما فرستاده، گفته به آقای آیت الله اینو یادآوری بکنید که این آقای محترم، این هموطن گرامی با اون فرزند خردسال 3 ساله آمده است. اگه گفتید آمده است چه کند؟ در تصویر شماره 11 عرض کردم این بود، اینو میشد به مسابقه گذاشت. ایشون آمده است که این بچه رو ثبت نام بکنه، بچه 3 ساله رو برای ریاست جمهوری ثبت نام بکنه. اینم باز دوباره برمیگرد به فرمایش اون آیت الله دولتی که فرمود جوان 16 ساله هم شرکت کرده. بله این هم از این از که مطلب بعدی مطلب کوتاهی است و عرض میکنم خدمت شما و آن است که فدایی پرسیده است که مقدارم تو هم با واهمه و خوف و این حرفا، گفته است که یعنی چی؟ نکند خدای نخواسته از جان خود و بستگان درجه یک و دو و غیره و نیز همسایگان راست و چپ و اینها که دارید رس کنم گذشته اید که دارید مسخره میکنید، بله از بینندگان و شنندگان محترم ضد انقلاب و بنده هم همینطور پرسیدی، اگر میخواهید بروید در لیست ترور ما خب بی‌تعارف بگویید، این تنها کاری است که ما بلدیم. بر روی تا شما تصمیم میگیرید که کی ترور بشوید، فدوی این خبر رو خدمت شما فوروارد میکنه. خبر چیست؟ گفته است که در پی شایبه احتمال دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایران، وزارت کشور سفر همه مجریان انتخابات ریاست جمهوری سال 96 ایران را به خارج از کشور ممنوع کرد. این عین خبر بود خدمت شما گفتیم. فدوی گفته است مطلب روشن است. نه؟ مزارک فدوی به نقل از خبرنگار پارلمانی خود انگیزه این اقدام را چنین عنوان کرده است که چون رؤسای جمهور منتخب بیت همگی نابغه و از معجزات هزاره سوم و بلکه چهارم هستند، فلزا از ترس آن که نکند خواهش پرستان آنان را سرقت
و رئیس جمهور خود بکنند، آنان را ممنوع خروج فرموده است. این نظر فرعی بود در ارتباط با این خبری که عرض کردم. البته در حاشیه ما تصویر شماره 12 رو داریم که در توضیحش عرض میکنم که یه دفعه تو این هیروویر این آقای آیت الله رئیسی، از شبت که قاتل الاسلام و المسلمین رئیسی، ایشون بسیار معروف و محبوب هستند برای اینکه عضو کمیته مرگ بوده است در تابستان سال 67 و عرض کنم که خیلی از جنایات رو در کارنامه خود دارد که انشاءالله پاسخگو خواهد بود. و پایان این سخن شنوید که این ملت چه گرفتاری شدن که به قاتلین خودشون، مقتول به قاتل باید رأی بده. خیلی جالب است. بروی از کنم در این تصویر ملازم فهمید که یک دفعه آقای نماینده منبع خبر گفته است که این آقای سمت راست نماینده برادر پوتین است. خب فدای پیش از اینا اگه شما بیاد داشته باشی و در تنظیمش‌های او نگاه کرده باشید، ملازم فهمید که هر جا به آقای پوتین میرسد، فدایی میرسد که سید پوتین که از سادات محترم روسیه است. الان مشخص شد این عرض کنم که مدرک از راه دور رسید. این آقای قاتل الاسلام و المسلمین رئیسی هست و ایشون هم به اصطلاح نماینده آقای پوتین است و محل هم بسیار جالب است. یعنی این آقای ملحد در آستان قدس رضوی که این آقا از طرف مقام معظم رهبری در پرانتز زب یعنی ضعیف الله پروستاته منصوب شده است، با این آقای تبعی روسیه نشستن اینجا در محضر سامن الائمه دارن مذاکره میکنن. حالا هیچ به چه معنایی است؟ المعنا فی بطن الاخوند. بله، خب یک فقره خبر دیگه باعث خشم فدوی شده بوده و اون زلزله در روستاهای خراسان رضوی بوده است و زمین لرزه. خبرگزاری آلمان گفته است که قدرت این زمین لرزه 6 ریش در یومه ریش تر. فدوی این ریش تر رو اینجوری معمولا بنویسد، ریش تر. بله، زمین لرزه 6 ریش تر در عمق 10 کیلومتری زمین خراسان روز 15 اپریل 16 فروردین در حوالی سنگ سفید خراسان رضوی، یعنی اونجایی که حضرت تشریف دارند، باعث کشته و زخمی شدن چند نفر و ایجاد خسارت در روستاهای فریمان، دوغله و سرچشمه شد. صدای آلمان گفته است و فدوی در ادامه گفته است که بگیرید زنجیرمه ای دوستان که فیلم کند یاد هندوستان. این از آثار اون بزرگوار است، رضی‌الدین آرتیمانی، که صاحب اون ساقی‌نامه معروف است، لای مستان میخواند و الاخر. بله، حالا چرا فدوی عصبانی شده از این خبر؟ دو بندشون اضافه کرده است. یکی اینکه فدوی حیرت میکند پس حضرت سامع الائمه علیه السلام با آن همه کرامات و نیز آن همه هزینه‌ای که روی دست مؤمنین و مؤمنات کسر الله امثال هم گذاشته و به اون الله میگذارد چه کاره است این وسط؟ پس چرا حرکتی نمیکنه این بزرگوار؟ هی خورده است و خوابیده است اونجا، هی مؤمنین اسکناس ریختند و به هر حال نمایندگان محترم بلعیدند. و مورد دومی که بیتارو فدوی با پوزش از علم و علمای خواجه پرست، چون این گرفتاری است که مثلا عرض کردم به این علمایی که جهان و بشریت مدیون این هاست در غرب میگن علما، بعد به این آقای آیت الله ما هم که از بام تا شام مهمل میگویند و مهمل مینویسند میگویند علما، و این ظلمی است به علمای خواجه پرست. به هر روی در بند دوم فدایی گفته است که بیتارو فدایی با پوزش از علم و علمای خواهش برست حوزه علمیه را به خاطر قراردادی که اینجا عصبانی شده، به خاطر قراردادی که به منظور جلوگیری از نزول برآوریهای طبیعی به ملت و ملت شرپر انداخته شدیداً به قول عوام سو میکنند. حالا داستان چی بوده؟ از پیش از اینم اشاره داشتیم و سند منگوله دارشم، مصور منگوله دارشم داریم در شماره 13.
تصویر شماره 13، شما نگاه بکنید در بلاد کفر و زندقه برای پیشگیری از تا اونجا که می شود و دست بشر میرسد برای طبیعی اینا چه تمهیداتی رو منظور میکنن و علمای ما عرض کنم که لعنت الله علیهم اجمعین چیکار میکنن. خلاصه فهمید در تصویر شماره 13 امضای تفاهم نامه با حوزه علمیه برای کاهش بلایای طبیعی. خب بی خودی نیست که فدای گوته میره اینا رو سو میکنه، برای که این چه تفاهم نامه است که با این هزارات بسته اید و بلایا نه تنها کاهش پیدا نکرده است، اضافه شده. این چه داستانی است؟ بنابراین قرارداد میرفت است و فدوی میخواد سو بکنه اینا رو که چرا قراردادی که بسته بی‌معنا و بی اثر است. عرض کردم مقایسه بفرمایید عملیات پیشگیرانه ای که در بلاد کفر و زندقه انجام میدن برای این برخورد با ماجراهای طبیعی و در امور قرا چیکار میکنن. و علت این که ما 500 سال از 300 سال پیش اینا عقبیم به هر حال بی سببی نیست. سند مصور منگوله دارش رو هم ملاحظه فرمودید در توضیح خبر، حتی اونجا ریز شما دیگه نمیتوانید بخونید، بنده عرض میکنم. معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران و مناظر اینا مقامات مسئولن که باید چیزی سرشون بشود و مثلا برن به لحاظ تکنیکی و فنی و اینها امرا محکم کاری بکنند و محکم سازی بکنند اینها، به جای این کار از امضای تفاهم نامه با حوزه علمیه برای کاهش بلایای طبیعی خبر داد و خاطر نشان کرد. در مرحله اول، چند مرحله هم داره این مهمل، در مرحله اول با حوزه های علمیه قم، مشهد، اصفهان و شیراز تفاهم نامه همکاری امضا کردیم. خاک کاهو بر سرتان. امضا کردیم تا از حوزه علمیه برای کارگیری نقش معنویت در کاهش بلای طبیعی استفاده شود. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مهمل، نه مجمل ها، مهمل. بعد میگن چرا فدوی عصبانی شده اینا رو نوشته. به هر روی خب مطلب بعدی، ما زمان چقدر داریم؟ در واقع نداریم. بهتر است که بنده کوتاه بکنم. بله، این رو بگذاریم برای بعد. بعد مطلب دیگه از چنین است گردیدن روزگار که به نظر میرسد که ابر و باد و مه خورشید و فلک در کارند تا تمام معادلات به سود برادران حل و فصل شود. فی المثل به نمونه که الان عرض میکنم شما توجه بفرمایید، این تیتر خبر از منابع داخلی است که گفته است که درمان سرپایی 47 مصدوم در بازی تیم ملی با چین. خب فدایی گفته است که باری این تیتر نشان میدهد که نظر حضرات آیا در ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها درست است. علامت شگفتی فدوی اما همینطور در شک بین دو و سه، یعنی عرب ماتت مانده است که اگر حضور زنان در ورزشگاه ها تولید خسران می کند، چرا نسوان چینی که دارید ملاحظه در تصویر شماره 14، چرا نسوان چینی موجب چنین درسری نشدند؟ خوانندگان محترم ضد انقلاب، بینندگان محترم ضد انقلاب، آیا می دانند که چرا اینجوری است؟ بله، تصویر شماره 13 14 رو مراقبه بفرمایید. ببینید که بانوان چینی مثل هر انسان دیگری در ورزشگاه حضور دارند و کسی هم با چماق بهشون حمله نکرده که شما حق ندارید. بله، تصویر شماره 14 رو امیدوارم ملاحظه فرموده باشید. و بنده همینطوری دارم به قول معروف فاکتور میرم که بتوانیم زودتر از خدمت شما مرخص بشویم که رفع زحمت بشه. خب یه عکس، دو تا عکس مستقل داریم. اون عکس رو که ملاحظه فرمودید در شماره 15 و 16 این دو تا عکس مستقل رو هم داریم و مطلبی ندارد، فقط یک سطر در واقع استفهامی است به قول معروف. تصویر شماره 15 و 16 رو ملاحظه بفرمایید. فدوی یک جمله استفهامی زیر اون نوشته است و خطابش هم احتمالاً ممکن است که بینندگان و شنوندگان محترم ضد انقلاب باشد.
تصویر شماره 15 و 16 فدوی زیرش نوشته است که فدوی نمیداند که نمایندگان حکومت در مجلس بیت با لپ هم چیکار دارند. شما میدانید؟ حالا بینندگان محترم به زده انقلاب اگر میدانند به فدوی کمک بکنن که اینها در مجلس بقول خودشون خانه ملت یا امت، در واقع امت نه ملت، با لپ هم دیگه اینا چیکار دارن؟ نمیدونم، بنده نمیدونم. دیگر بود کنم حضور شما این مطلب هم خدمت شما عرض بکنم که این مطلب دو تصویر دارد، تصویر شماره 17 و 18 که این از مصائبی است که به اهتمام یا کوشش مقام معظم رهبری ظائف الله پرستاده و برادر سید پوتین در سوریه اتفاق افتاده است. دو تا تصویر دارد این ماجرا 17 و 18 و یک توضیح خدمت شما عرض می کنم که نام این مطلب هست عرض کنم برباد رفته و فدوی این نکته اینجا یادآور شده است که منظور از برباد رفته اون اثر مشهور مارگارت میچل نیست و فقط همین مختصری است که ایشون در مورد این دوتا تصویری که عرض کردم الان دارید ملاحظه میفرمایید گفته است. بعد تیتر خبر این بود است که آیا عکس های این مرد حلبی را دیده اید؟ او بار دیگر نگاه جهان را معطوف به شهر حلب کرد. خب فدوی گفته است که این منظور شما چیست؟ میخواید از فدوی امتحان دستور زبان بگیرید؟ در پاسخ عرض میکنند که بله، یعنی من دیدم عکس رو. و اگر یا موجود در حلبی یا نسبت باشد با احتساب یک فر ایهام برمیگردد به همون فلز نازک و بیجان که به حلبی معروف بود. میان دوستان یادشون هست یا نه باش سطل درست میکردن و چیزای درست میکردن، یک فلز بسیار نازکی بود و بیجان به اصطلاح و بر این پایه در برابر بمب و موشک و خمپاره مشترک حضرت آقا و برادر سید پوتین عمرن تاب نمی آورد و برایند آن یک باب رئیس جمهور مادام العمر می شود به نام برادر بشار اسد که ریاست جمهوری او محبتی است الهی که از طریق پدر به پسر رسیده است و مقام معظم رهبری و سید پوتین هم البته به عنوان زغال خوب اینجا بی تأثیر نیستند. بر روی پایان سخن شنو که او را چه رسید، یعنی این مرد سالمند رو در این تصویر که داریم ملاحظه می‌فرمایید بیچاره از متمکنین به قول معروف سوریه بوده است که از کردم در سر دریافت بمب‌های حضرت آقا و سید پوتین زندگیش به این روز افتاده. ملاحظه می‌فرمایید این خانواده زندگی این بی‌نواست که به این حالت افتاده و ایشون علاقمند به این ماشین‌های کلاسیک هم بوده است همونطور که ملاحظه می‌فرمایید و این اعصاب این بزرگوار رو بنده باید بگیرم باش عکس بگیرم که ملاحظه می‌فرمایید در این ویرانه منزل خودش نشسته است و پیپ می‌کشد و صفحه گوش می‌ده. درود بر او، درود بر او که سن و سالی هم دارد. ملاحظه می‌فرمایید بله. خب این هم از این. بعد مطلب دیگر اسمش از هزار دستان. هزار دستان خب اشاراتی دارد به بعضی از چیزها، مثلا فرض فرمید که از نوع پرنده بسیار خوش صداست که میگن هزار دستان، بلبل هزار دستان مثلا، و خاطر باشه یک مجموعه یک برنامه تلویزیونی هم بود که علی حاتمی گرامی فراهم فرموده بود و گاهن هم به خواننده گرامی و از دست رفته قمرالورود وزیری هم میگفتن هزار دستان آواز ایران بروی. اما این هزار دستانی که فدوی در این یادداشت خدمت شما داره تقدیم میکنه، این هزار دستان معنای دیگری دارد از نظر فدوی، یعنی کسی که هزار دست دارد. ساده ایزی به قول عوام هزار دست دارد. خب حالا داستان چیست؟ میگه که فدوی به فدوی به چندین زبان زنده و مرده دنیا حالی فرموده بودند که حضرت عباس علیه السلام مع الاسف دست ندارد. بینندگان محترم زده انقلاب هم میدانند
فرزا فدوی همینطور عرب ماتر ماده است که معظم الله با کجایش زیاد سواری را به بچه که الان توضیح میده گرفته است. زیاد سواری اسم یک جوان جنوبی است که بر اهوازی که به هلند پناهنده شده بوده و پس از بازگشت به ایران توسط قرارگاه امنیتی سپاه ابوالفضل عباس دستگیر و طی محاکمه در دادگاه انقلاب اهواز به 6 سال حبس محکوم شده است. چرا برگشتی وطنه؟ عرض کنم که خب پرسش فدایی متوجه شده که آقای ابوالفضل عباس علیه السلام که دست نداره چجوری این جوان رو گرفته برده زندان؟ یکی و در تصویر بعدی شماره 19 اگر نگاه بکنید میبینید که باز اونجا حضرت ابوالفضل با اینکه دست ندارد در تصویر شماره 19 این وزنه به این سنگینی رو ابوالفضل عباس علیه السلام توسط این برادر رضازاده بر روی سر برده است. بنابراین این حضرت عباس ما علیه السلام ایشان هزار دستان است، انواع اقسام دست دارد، یکی میگون جوان را میگیرد به زندان میبرد، دیگری این وزنها را به بالا میبرد، دست هم ندارد. بله، این هم از این. میدونم تصویر شماره 19 را ملاحظه کرده باشید. ما یک آلبوم انتخابات داریم، نمیدونم فرصت داریم اینا رو بگم یا اینکه بنده برنامه رو ببندم. بله بفهم بگیم بله. آقای بهوانی گفتن اشکالی ندارد. خب عرض کنم که خب آلبوم داریم، آلبوم انتخابات رو هم شما ملاحظه بفرمایید. بنده سریع عرض میکنم که تصدیق بیش از این نشود. تصویر شماره 20 رو ملاحظه بفرمایید. در تصویر شماره 20 این آقای شیکپوشی رو که مثلا ملاحظه میفرمایید از کاندیدای محترم انتصابات ریاست جمهوری است و بالاترین مدرک ایشون دارد مدرک ابتدایی است. بنده فکر کنم ایشون واجد شرایط باشه، یعنی بیش از این سواد لازم نداره در اونجا وزیر و وکیل و رئیس جمهور. ترامپ موسیا چیه سعید جان؟ ترامپ موسیا سعید میگه این ترامپ موسیا است. راست میگه موسیا هم میگه این برادر ترامپ هم همش مثل حالا بنده امروز هم کراوات قرمز ده. حالا قرمز که نیست ولی به هر حال نوعی از قرمز از اینها به هر حال ایشون متقاضی است و مدرکش هم ششم ابتدایی است و که به سر برادران هم زیاد است البته. و تصویر بعدی رو ملاحظه فرمایید، ایشون از پیشکسوتان بوده است. تصویر شماره 21 باید باشد. بله تصویر شماره 21 رو ملاحظه بفرمایید. ایشون دوره پیش ایشون با این هیئتی که دارید ملاحظه میفهمید که آدم زهره ترک میشه آمده بود که عرض کنم که بشود رئیس جمهور. نمیدونم چرا انتخابش نکردن، تعجب میکنم. ایشون هم صلاحیت لازم رو به نظر میاد که داره. ملاحظه میفهمید پرچم برادران رو به دست گرفته است و یک جد کلام الله مجید هم زیر بغل دارد که مانند مخبت الاسلام و المسلمین احمد نژاد جهان را مدیریت بکنند. این بزرگوار. خب شوخی با احمد نژاد هم دیگه میدونید الان آزاده. یه زمانی بود میگم شما یادتون هست یا نه میگرفتن جوانی رو زیر شلاق کبوت میکردن، اتهامش هم این بود که اهانت به آقای احمد نژاد رئیس جمهور. الان دیگه اهانت بهشون آزاد شده. آقای بهبانی میگه من خودم جزو کتک خورده بودم. بله درست میفهمم. بله یه زمانی اینجوری بود، یعنی آدم کتک میزدن، سعید کتک زدن. نمیدونم چند تا جوان که در برنامه پیشین عکساشون رو نشون دادیم، بعضی از اینا که پشتاشون همه کبود بود اینا عرض کنم که اینجور عنوان شده بود اتهام به اصطلاح توهین به رئیس جمهور. حالا تصویر شماره 22 رو ملاحظه بفرمایید که چون الان اهانت بهشون دیگه آزاده و شلاق ندارد دوستان شوخی میکنن باش، دوستان داخلی عرض میکنم. تصویر شماره 22 حرکتی که احمد جان انجام داده برای این کسی که این تصویر رو فراهم فرموده است یادآور بروسلی بوده، اون قهرمان عرض کنم که مشهور چشم بادومی. تصویر شماره 22 بله. بعد
هموطن بعدی بسیار او هم جالب است و اتفاقا آقای بهبهانی او هم خلاصه نقشه برای ترامپ کشیده. خلاصه فهمید در تصویر شماره 23 این بزرگوار با دمپایی تشبه بودن و ایشون هم به نظر منده واجد شرایط، یکی از این رو باید انتخاب کنن دیگه. بله تصویر شماره 23 رو ملاحظه فهمید، ایشون گفته که آقا بنده ایشون کارگر است. خب درود بر همه کارگران از جمله ایشان و یزدی هستن و بنا دارد که در صورت توفیق اگه موفق بشه برادران قبولش بکنن اجازه بدن، خلاصه مبارزه با شیطان بزرگ رو با مسابقه شنا با ترامپ آغاز کند. حالا بنده نمیدونم مسابقه با ترامپ مثلا چه فایده دارد که ایشون به عنوان طرح و برنامه عنوان کرده آده نمیدونم، ولی برای با توجه به تیوبی که ایشون در بخش جلو روی سینه دارن، ایشون برای همش روی آب میموند و غرق نخواهد شد. شاید هم علت این بوده، گفته آقا چون ترامپ خب غرق میشه ولی این غرق میشه چون یه تیوب رو بلعیده از گویا. خب حسن ختام این قضیه رو ما خدمت شما عرض بکنیم، اجازه مرخصی بگیریم. حسن ختام تصویری از آلبوم انتصابات، تصویر شماره 24 هست، این مخبت الاسلام و المسلمین ملاحظه بفهمید، اونم شناسنامشه. تصویر آخرین واپسین ما، نه خیلی تصویر دیگه هم داریم. بله واپسین ما، نه یکی مانده با آخر، عرض کنم که ملاحظه فهم تصویر شماره 24 رو. و این بزرگوار صاحب 5 عیال و 18 فرزند هست. ایشون آمده است که رئیس جمهور می شود و فدایی گفته است آقا من روی این فول سرمایه گذاری می کنم. زیرا حالا چرا میخواد فدایی میخواد آتش به مالش بزنه، گفته بلین زیرا کسی که تاکنون 5 زن و 18 فرزند رو به قول عوام منیج فرموده است، ایزیلی به قول عوام منیج فرموده است، جامعه حکومت اسلامی هم به قول عوام ایزیلی منیج خواهد کرد. بله میخواد سرمایه گذاری بکنه. فدوی از تهران و شهرستان ها شرکای فعال میپذیرد. این تصویر این بزرگوار رو هم ملاحظه کردید. یک فقره دیگه هم شوخی با احمد نژاد رو عرض کردم چون الان اشکالی ندارد. تصویر شماره 20 آخرین تصویر ماست دیگه، بله 25 میشه. بله که ملاحظه میفرمایید مجله قانون حالا یک دوره به این سمت هم اینا یک چیزای زدن، استفاده مکرر کانال‌های حامی بقایی و احمد نژاد از آهنگ‌های سیاوش قمیشی. بله دارید ملاحظه می‌کنید که دفتر وسط آقای هزاری نابغه هزاری سوم هست و اونم سمت چپ مشائی است و سمت راست اون حمید بقایی و دارن یه آهنگ شمار کنن از قمیشی. بر روی عرض کنم که بنده اجازه بخوام که از دوستان اجازه مرخصی بگیرم و عرض کنم که سپاسگزارم از بزرگوارانی که تا این لحظه با ما بودن و از آقای سید بهبهانی که با شکیبایی مختصر به سمت سوی شما روانه فرمود و با این دوبیتی که درخواست اون دوست عزیز هست که ما بخوانیم تا حصول به نتیجه قایی، تا زمانی که اجابت بشود و خطاب به عمله بیت هست، از خدمت شما مرخص میشم. دعا کردم زارامش بیفتی، به عجز و لابه و خواهش بیفتی، به جرم اذیت مردم الهی به دست دولت داعش بیفتی. عرض کنم حمایت پشتیبانی از من مادی و معنوی هر دو با هم تو امان از تلویزیون میهن فراموش نشود. طعم تلخ و طنز رو دریابید تا در خدمت هست. سپانسر هم میپذیرد و شرط احراز هم دشوار نیست، کافی است که شما خوشتیپ خوش اخلاق و دستور باز باشید. حالا نفرمایید که ما چون خوشتیپ نیستیم یا خوش اخلاق نیستیم
اسپانسر نمیشم یا به تلویزیون میرم کمک نمیکنیم. اون که شما خوش تیپ خوش اخلاق هستید تشخیصش با فدوی است. برای همگان در هر جا که هستند بهروزی و پیروزی آرزو دارم. تا درودی دیگر، بدرود.